ابلاغ یک ماده قانونی جنجالی برای اهدای اوز قانونی که بر اساس اون محکومان به اعدام میتونن به صورت داوطلبانه اعضاء بدنشون رو اهدا کنن قانونی که محشید باور نکردنیه و با انتقادات زیادی رو همراه داشته سیما حتی در رسانه های خارجی هم انعکاس پیدا کرده چند ماه پیش که ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضایی رسید خیلی ها نگران بودن اما موقع هیچکس کس فکرش هم نمی کرد که یکی از اولین اقدامات قاضی ابلاغ قانون پیوند عضو اعدامی ها باشه مردم. ابلاغیه رئیس تازهکار دستگاه قضا مطالبه. پیوند عضو زندانیان محکوم به اعدام رو ممکن ساخته بنابر ابلاغیه جدید ابراهیم رئیسی زندانیان محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم میتونن اعضای بدنشون رو اهدا کنن قانونی که غیر اخلاقی خونده شده و انتقادات زیادی رو متوجه قاضی القضات کرده دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران از ابراهیم رئیسی خواسته تا هرچه سریعتر اقدام به حذف این ماده مزموم ناخوشایند و به شدت نقد پذیر کنه و اعلام کرده که هیچ وقت حاضر به استفاده از این شیوه نخواهد بود اما اصلا چرا چنین تصمیمی گرفته شد در حال حاضر بیش از 25 هزار بیمار در انتظار پیوند عضو هستند اما سال گذشته تنها 926 عضو یا بافت اهدا شده حالا استفاده از اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام راه حل مقامات جمهوری اسلامی برای جبران این کم بوده اما اونطور که علی جعفریان رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی تهران گفته طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده و اصلا مسئله ای رو حل نمیکنه و از نظر اخلاقی هم زیر سواله فرد محکوم به اعدام از لحاظ روحی و روانی تو شرایطی نیست که بتونه چنین تصمیمی رو بگیره چین تنها کشوریه که از اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام استفاده میکرده. قانونی که در سال 2015 تحت فشارهای داخلی و خارجی ممنوع اعلام شد بحث زیادی راجع به این قانون موجوده عمدهترینش ترینش فشار روحی و روانی که چنین اقدامی بر روی محکومان به اعدام و خانواده هاشون داره سیما همه یک صدا تقریبا خواستار اجرای توقف چنین قانونیه ابلاغش رو در واقع مسکوت کنن این بود